در حالی که رهبران جهان به خاطر دریافت راه های حل به بحرانات متفاوت از وضعیت در سوریه گرفته تا بر رسیدگی به بحران مهاجرین در اروپا در 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم آمدند، دیدند که موضوع آینده ای افغانستان و بحث در مورد صلح در این کشور نیز محور گفتگوهای مقامات ارشد کشورهای ایالات متحده چین و پاکستان بود. طبق وعده دوستان، همکارم سید سلیمان آشنا هم اکنون در مقر سازمان ملل متحد حضور دارند و ما را از تازه ترین جریانات آگاه می سازند. آقای آشنا سلام بر شما، خسته و مانده نباشین، میدونم مهمان هم با خود دارین، اما بفرمایین در آغاز جزئیات تازه از نشست‌ها و اجندای امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد را اگر به خدمت بیننده ها برسانید. تشکر آقای ضیا، به شما و همچنان به بیننده گرامی سلام خود تقدیم میکنم. بله، همونطور که شما فرمودین امروز ساعت 9:30 بجه که برنامه معمولا از جلسه عمومی 70مین جلسه سالانه ملل متحد آغاز میشن، امروز روز دوم یک کنفرانس بسیار مهم دو روزه بود که او در بخش انکشاف برنامه های انکشافی جهان است و اکثریت رهبران جهان و خصوصا کشورهای پیشرفته و صنعتی که عضو برجسته او دارن، اونا هنوز هم امروز سخنرانی دارن در بخش ها و اهداف و پلان هایی که در برای سال 2015 مد نظر گرفته شده بود دستاوردار ده می ده ما نو ما را مطرح میکنن و همچنان سر برنامه آینده هم صحبت میکنن و همچنان سخنرانی هم امروز بعد از وقت آغاز میشه یک تعداد هستند. در ضمن مسائل امنیت، اقتصاد و ای که جغرافی افغانستان تبدیل به یک مرکز ترانزیتی منطقه و بر تمام جهان یک عضو فعال جامعه جهانی شوند، موضوعات افغانستان صورت گرفته، بحثا صورت گرفته و هیئت افغانستان که رهبریش رئیس اجرایی دولت افغانستان میکنن آقای عبدالله عبدالله، اونا ملاقات های داشتن. در مورد ما تقاضا داشتیم از یکی از اعضای هیئت افغان و معاون سخنگوی ریاست اجرایی آقای جاوید فیصل دعوت ما را پذیرفتن و فعلا با ما در استودیو هستن و معلومات بیشتر از اینا در مورد ملاقات های هیئت افغانستان ما میگیریم. آقای فیصل تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. سوال اساسی که همکارم آقای ضیا مطرح کردن ایست که هیئت افغانستان در ملاقات هایی که صورت گرفته، به خصوص دو ملاقات مهم است که جزئیاتش از شما میگیریم، امید تصامیم چقدر امیدوار کننده است که در این مورد ملاقات ها شده و خصوصا با کشورهای همسایه مانند نماینده پاکستان در این ملاقات بودن، نماینده ترکیه بودن و چین بودن؟ تشکر. ملاقات دیروز یک نشست سه جانبه بود که افغانستان، چین و امریکا مشترکاً او را رهبری میکرد، ولی کشورهای کمک کننده، کشورهایی که به افغانستان در سالهای قبل همکار بودن و هنوز هم همکار هستند، شریکان این کنفرانس بودن. در این کنفرانس از پاکستان سرتاج عزیز، از ایران وزیر خارجه ایران و از کشورهای دیگر جهان وزیر خارجه یا هم معاون صدر اعظمشان اشتراک کرده بودند. بحث اساسی در او کنفرانس بحث بازسازی صلح‌آمیز در افغانستان بود و جلب همکاری های منطقوی به خاطر بهبود شدن وضعیت در افغانستان بوده. در اونجا چیزی که بسیار مهم برای افغانستان او تعهد جامعه جهانی بود. در راستش امریکا، چین و کشورهای دیگر کمک کننده یک بار دیگر تعهد کردند که به افغانستان همکار هستند و از حکومت و ملی افغانستان حمایت میکنند و برنامه های اصلاحی که حکومت افغانستان اندازی کرده از او حمایت میکنند و همکار هستند. سوال اساسی در مورد همسایه افغانستان پاکستان بود. آیا چیزی در مورد امنیت، مبارزه با تروریسم، اقدام عملی چیزی تعهد گرفتین شما؟ چیزی بود؟ یک چیزی که بسیار واضح بود در سخنرانی رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان، اونا گفتن که پاکستان یکی از مهمترین کشورهای است که در این عرصه کمک کردن میتونه و تروریسم تنها مشکل افغانستان نیست. اگر پاکستان یا کشورهای دیگر از تروریسم به گونه افزار استفاده کنند به خاطر اهداف سیاسیشان یا پالیسی خارجیشان، او کشورها در امان نمیمانند. پاکستان در اوجا سرتاج عزیز در گفتهایش یادآور شد که پاکستان هم از پروسه بازسازی و اصلاحات افغانستان در او کمک میکنه، پاکستان همکار است، ولی ضرورت است که ما در عمل
ببینیم امیدواری که همیشه درباره گفته‌های پاکستان بوده امیدواری راست نبوده و حقیقی نبوده این دفعه منتظر عمل است ولی خوبی که این دفعه شده بوده که جهانیان در این کنفرانس بودن شاهد بودن و امید داریم که تعقیب شود آقای فیصل ما تفصیلی امرای شما صحبت میکنم تا وقت اجازه بدین که همکار ما گزارش های اگر چیز دیگه دارن ولی تشکر که در برنامه داری با ما همکاری داشتین ان شاء الله صحبت های باقی را داریم در برنامه پشتو آقای سیا ما صحبت های خود داشتیم با آقای فیصل در برنامه پشتو تشکر آقای شنا برنامه دری به پایان رسیده